امروز میخوایم با هم یه گشتی توی دنیای قدرتمندترین کشتی‌های جنگی بزنیم. میخوایم با ناو هواپیما برآشنا بشیم. این شهر روی دریا. یه ناو هواپیما بر به تنهایی میتونه قدرت نظامی یک کشور رو چند برابر کنه. این کشتی‌ها جزو قوی‌ترین سلاح‌هایی‌اند که هر نیروی دریایی میتونه داشته باشه. طبق قوانین بین‌المللی ناوهای هواپیما بر میتونن تا فاصله 22 کیلومتری ساحل کشورها مستقر بشن. حالا فکر کنین چی میشه اگه شما بتونین یک پایگاه هوایی نظامی رو فقط چند کیلومتری ساحل هر کشوری مستقر کنین. باید این رو هم بدونید که 80% جمعیت کره زمین در 100 کیلومتری ساحل قرار دارن. خیلی از کشتی‌های جنگی فقط میتونن محل فرود هلیکوپتر باشن، نه هواپیما. تا ژانویه 2024 آمار به این صورته که 47 ناو هواپیمابر فعال وجود داره از کشورهای مختلف. ایالات متحده با 11 ناو هواپیمابر با نیروی هسته‌ای که حدود 80 جنگنده میتونن روی هر کدومشون سوار بشن رتبه نخست رو داره. این قولهای آهنی برای کار کردن به بیشتر از 6000 نیرو و خدم احتیاج دارن و معمولاً تا یک سال هم توی مأموریتن. میشه گفت یک ناو هواپیمابر یک شهر کامل روی آبه. پیشرفته ترین هواپیمابرها مثل شارل دوگل نیروی دریایی فرانسه میتونن هر 30 ثانیه یه هواپیما رو به پرواز در بیارن. ناوهای هواپیمابر نقش خیلی مهمی تو درگیری‌های نظامی و حفظ امنیت دریایی دارن. واقعاً هر کشوری که یکی از اینا داشته باشه میتونه اون رو به عنوان نشون دهنده قدرت و نفوذش در نظر بگیره. به خاطر همین اینها خیلی مورد توجهن. اما راه انداختن یک همچین شهر معلقی روی دریا، این کشتی متحرک، کار ساده ای نیست. درسته که کار کردن با این قولهای آهنی به نیروی دریایی‌ها برتری استراتژیک فوق‌العاده میده، اما از طرف دیگه یکی از بزرگترین چالش‌های عملیاتیشون هم هست. سلاح تهاجمی یک ناو هواپیمابر هواپیماهاشن. روی عرشه معمولا تعداد کمی سلاح دفاعی مثل موشک زمین به هوا و مسلسل دارن، اما همونطور که هر ابزار نظامی قدرتمندی هدف دشمنه، یک ناو هواپیمابر هم یکی از اهداف بزرگ برای دشمنه و راحت میتونن هدفش بگیرن. به خاطر همینه که این ناوها هیچ وقت توی مأموریت تنها سفر نمیکنن. مثلا آمریکا ناوهاش رو با گروه‌های ضربت ناو هواپیمابر ترکیب می‌کنه که موقعیت و جایگیریشون توی دریا توی مأموریت‌های مختلف فرق می‌کنه. معمولاً از یک رزم ناو مجهز به موشک‌های تاماهاک دارن، دو تا ناو شکن دارن، یک زیردریایی تهاجمی و یک کشتی تدارکاتی هم دارن. ناو هواپیمابر بین این گروه سر دسته است. مرکز فرماندهی اینجاست. کنترل هوایی، هدایت گروه ضربت، بررسی نقشه‌های جنگی، همه چی اینجا اتفاق می‌افته. هر کشتی وظیفه دفاعی یا حمله خودشو داره، به جز کشتی تدارکات. کشتی تدارکات توی درگیری‌ها کاری قرار نیست انجام بده. بیشتر ناوهای هواپیمابر نیازی به سوختگیری مرتب ندارن. مثلا هر 11 ناو هواپیمابر آمریکایی و اون ناو فرانسوی ناوهای هسته‌ای هستن. یعنی میتونن بدون اینکه نیاز باشه سوختگیری مجدد بکنن تا 25 سال مسافت‌های خیلی زیاد یا شاید بشه گفت نامحدود رو طی کنن. حتی ناوهای هواپیمابر معمولی هم میتونن بدون سوختگیری تقریبا تا 18000 کیلومتر سفر کنن. یعنی نیازی نیست توی مسیر چندان توقف داشته باشن. اما گفتیم ناوهای هواپیمابر آمریکایی یا فرانسوی سوخت هسته‌ای دارن که شاید سالها و دهه ها نیاز نباشه توقف کنن. اما همه چی فقط سوخت اون ناو نیست. مثلا چیزی که نمیتونه بی نهایت با خودش حمل کنه غذای کافیه. یا حتی سوخت همون جت هایی که داره حمل میکنه هم بی نهایت نیست. اون هواپیماهای جنگنده‌ای که نیاز به بلند شدن دارن مسلما نیاز به سوخت دارن. و خب خیلی هم جالب نیست که برای سوخت رسانی به این جنگنده ها بخوان هر هفته برن توی یک بندر و اونجا تامین بشن، مخصوصا تو عملیات‌های جنگی. پس چی کار میکنن؟ اینجاست که اون کشتی تدارکات میاد وسط.
گفتیم یه کشتی تدارکات هم بینشون هست که غیر مستقیم توی جنگا شرکت میکنه. اون کارش اینجاست. قرار نیست موشک بفرسته به جایی. سوخت اون هواپیماها رو تأمین میکنه، غذا با خودش حمل میکنه. برای این کار ناو هواپیمابر و کشتی تدارکات سرعتشون رو با هم یکی میکنن و کنار هم راه میرن. بعد که بخوان مثلا سوختگیری کنن، با نوعی شلنگ بلند سوخت رو جابجا میکنن. یک سکو یا پالت هم دارن که میتونن مواد جامد مثل بارهای مورد نیاز رو بینشون جابجا کنن. یه روش دیگه هم هست، استفاده از هلیکوپتر. هلیکوپتری که روی ناو هواپیمابر هست میره توی کشتی تدارکات میشینه، چیزی که میخواد و بر میداره و دوباره بر میگرده. اینطوری میشه بین این دوتا چیزی رو جابجا کرد. جالبه که هر ناو هواپیمابر مثل یک خونه آدرس پستی داره. اینطوری خانواده خدمه از توی کشور مختلف میتونن هر چیزی که میخوان برای اون سرباز و اون خدمه ای که توی ناو هستن چیزی بفرستن. یک بسته، یک نامه که بیشتر هم نامه هستش، اون رو به آدرس پستی اون ناو میفرستن. ناوهای هواپیمابر آمریکایی از یک ناوگان هواپیمای باری به نام C2 Greyhound استفاده میکنن. اینها اتصال بین ناو هواپیمابر و ساحلن. مثلا وقتی که USS رونالد ریگان توی نوامبر 2018 داشت تو دریای جنوبی چین گشت میزد، نامه هایی که واسه خدمه ارسال میشد توسط شرکت پست به کشور سنگاپور فرستاده شد که یکی از کشورهای دوست برای آمریکاست. بعد هم یکی از همین C2 Greyhound ها به سنگاپور پرواز کرد، نامه ها رو اونجا بار زد و دوباره به ناو برگشت. این ناوهای هواپیمابر که دور دنیا واسه خودشون میچرخن، نقاط تحویل این C2 Greyhound هاشون هم به طور مداوم به کشورهای دوست تغییر میکنه. مثلا از قاره اروپا که میان تو آسیا، کشور دوستشون تغییر میکنه و دیگه اون هواپیمای باری جاش عوض میشه. اما این هواپیماهای C2 کار اصلیشون اصلا آوردن نامه نیست. حتی نامه هم خودش یکی از کم اهمیت ترین محموله ها برای ناوهای هواپیما بره. هواپیماهای C2 برای آوردن قطعات یدکی واسه یه هواپیماهایی که توی هواپیما برن استفاده میشه. و تازه یه کار دیگه هم میکنه. این هواپیماهای C2 افراد VIP رو میتونه با خودش بیاره. چون هواپیمای کوچیکی نیستش، حداقل 50 نفر رو میتونه توش جای بده. ولی یه مشکلی هست. بلندترین ناو هواپیمابر دنیا USS جرالد آر فورد هستش که 337 متر طولشه. یک همچین طولی نسبت به باند فرودگاه خیلی کوتاهه. این سوال به وجود میاد که پس این C2 Greyhound ها و هواپیماهای دیگه‌ای که روی خود هواپیما برن چطور با باند فرودی که حدوداً 330 متره میتونن پرواز کنن؟ مگه میشه این فاصله کوتاه مؤثر باشه؟ جالبه که تازه این هواپیماهایی که میخوان از روی ناو بلند بشن فقط واسه شون 99 متر فضا کافیه. همه ناوهای هواپیمابر آمریکا و اون ناو فرانسوی از یک سیستم پرتابی استفاده میکنن که هواپیما رو توی 3 تا 4 ثانیه به سرعت تیکاف میرسونه. این به هواپیمابر اجازه میده تا با اون عرشه های نسبتاً کوتاهشون هواپیماهای نسبتاً بزرگی رو پرتاب کنن. ناوهای هواپیمابر کشورهای دیگه مثل چین و هند این سیستم پرتاب پروازی رو ندارن. به خاطر همین مجبورن هواپیماهای خیلی کوچیکتر و سبکتر رو توی خودشون جای بدن. یکی دیگه از مسائل رنگ لباسه. توی ناوهای هواپیمابر آمریکایی رنگ پیراهن پرسنل نشون میده که چه وظایفی دارن. اونایی که پیراهن زرد تنشونه، کارشون هدایت هواپیما دور عرش است. پیراهنهای آبی دستیار پیراهنهای زردن که یدک کشا رو هدایت میکنن. کارهای دیگه هم البته میکنن. مثلا روی آسانسورها کار میکنن، پیامها رو تحویل میدن و چند تا کار دیگه. پیراهنهای قرمز کارهای جابجایی و نصب مهمات رو انجام میدن. پیراهن بنفش مسئول سوخت رسانی به هواپیماست. پیراهنهای سبز رو هم چند گروه مختلف میپوشن، مثل خدمه های بخش پرتاب هواپیما، پرسنل تعمیر و نگهداری، باربرها و چند تا کار دیگه. پیراهنهای سفید هم توسط مجموعه مختلفی از پرسنل پوشیده میشن، مثل اونایی که به فرود هواپیما کمک میکنن یا اونایی که پرسنل پزشکی هن. و در آخر پیراهنهای قهوه‌ای رو کاپیتان هواپیما میپوشه. کاپیتان هواپیما خلبان نیست که بخواد با هواپیما پرواز کنه.
بلکه یک فرد که مسئولیت نظارت بر تمام کارهای آماده سازی به هواپیما برای پرواز رو بر عهده داره. عرشه پرواز با توجه به اندازه کوچیکش جای خطرناکیه. اونقدر کوچیک هست که همه هواپیماها نمیتونن اونجا جای بگیرن. اما درست زیر عرشه پرواز جایی به نام آشیانه قرار داره. یک ناو هواپیما برای بزرگ میتونه تا 100 هواپیما حمل کنه. آسانسورهای بزرگی روی ناو هستن که هواپیماها رو از عرشه پرواز به آشیانه میبرن تا زمانی که استفاده نمیشن اونجا نگهداری و تعمیر بشن. حدود 6000 نفر توی هر ناو هواپیما برای آمریکایی کار و زندگی میکنن. 3200 نفر از اونها کارهاشون مربوط به خود کشتیه. دیگه هر کاری میکنن، از کار تو موتورخونه گرفته تا نگهداری راکتور هسته‌ای، تمیز کردن عرشه تا توی مقر فرماندهی کشتی. خیلی از این کارها هم زیر عرشه است و از اونجایی هم که تمام فضای بالای عرشه برای عملیات پرواز استفاده میشه، خیلی از افرادی که توی ناو هواپیمابر دارن کار میکنن ممکنه هفته ها اصلا آسمون رو نبینن. 2500 نفر دیگه هم جز دسته هوایی ناو هواپیمابرن. همه افرادی که اینجا کار میکنن کارشون کنترل کننده های ترافیک هوایی، مکانیک های هواپیما، سوخت‌رسان ها، خلبان ها و افراد دیگه رو شامل میشه. چند صد نفر هم باقی میمونن که کلن کارهای دیگه ای انجام میدن و بخشای کنار مربوط به اوناست. از نظر فضای شخصی، پرسنلی که روی ناو کار میکنن فقط یک تخت توی یک اتاق دارن که البته اون اتاق بین 100 نفر شریکه. افراد با رتبه های بالاتر نظامی اتاقاشون بزرگتره و از اونجایی که تعداد زیادی آدم اینجا هستش، چیزایی مثل فروشگاه، باشگاه ورزشی، آرایشگاه، سالن استراحت و چیزای دیگه هم داره. کشورها میخوان تا جایی که میشه یک ناو هواپیمابر داشته باشن و جایی مثل آمریکا میخواد توی هر آبی یک ناو داشته باشه. حتی اگر اینها در حال عملیات هم نباشن، با سرعت بالای 56 کیلومتر در ساعتشون میتونن کمتر از یک هفته مسافت‌های چند هزار کیلومتری رو طی کنن. این ناوهای هواپیمابر از زمان جنگ جهانی دوم نقش مهمی رو در عرصه نظامی ایفا کردن. میتونن تعداد زیادی هواپیما حمل کنن، با سرعت اونا رو به هر نقطه از جهان برسونن و به یک ابزار قدرتمند برای به رخ کشیدن قدرت نظامی تبدیل شدن. با پیشرفته تر شدن جنگ ها و روی کار اومدن هواپیماهای بدون سرنشین، آینده این ناوهای هواپیمابر میتونه تغییر کنه. میتونه کاربریشون کاملا متفاوت باشه و طیف وسیعی از سلاح‌های متنوع‌تری رو روی خودشون جای بدن. در نهایت یک ناو هواپیمابر اگرچه هزینه بسیار بالایی داره و اهداف بزرگی هم برای سلاح‌های موشکی دشمنن، اما به یک ابزار قدرت نمایی و پایگاه دریایی تبدیل شدن و به نظر میرسه که آینده هم به سمت مدرن‌تر کردن این ناوها حرکت می‌کنه. اگر شما هم به ویدیوهای این چنینی و نظامی علاقه دارید، من چندین لینک از ویدیوهای دیگه‌مون رو که در زمینه نظامی و ابزارهای جنگی و هواپیما و جنگنده‌ها هستش رو توی توضیحات میذارم. حتما اون رو تماشا کنید. پایین همین ویدیو چند تا از اونها لیست شده براتون. و اما این بود داستان زندگی روی شهر روی آب، ناو هواپیمابر. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدئوی بعد.